بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه با نام یاد خدا شروع کنیم. خود شما همه نفهمید دیگه. امیر حسین ما با ششمین ویدیو کلیپ اگه درست باشه در خدمت شما با سیرام دشای فدوشای مقدم تیم. پنج کلیپ قبلی که بود بیشتر در مورد آشنایی با ابزارهای بود که در فدوشای استفاده میشه و اساسی هم تصمیم گرفتم از این کلیپ به بعد روی پروژه کار کنیم. پروژه بهتر آدم یاد میگیره و با ابزارها و قابلیت‌های ناشنا میشه. خب در ویدیو قرار چیکار بکنیم؟ البته اول اندازه پروژه یا داکیومنتی که ایجاد کردیم 9280 پیکسل 9280 PPI قرار انگار تصور کنیم ما داخل ماشین شیشتیم، پشت پلوی شیشه و شهره و بارونی رو شیشه بخار زده، قطرات بارون و با دست انگار یه چیزی نوشتیم، قرار امور ریپرزنت کنیم یا ارائه بدیم. ما برای اولین چیز یک چیز شبیه این نیاز داریم، انگار شیشه یک روی بخار زده. خب انتقال میدیم به پروژه. خب پروژه ما این یک کمی اسپکت ریتو از یعنی نسبت طول و عرض شیشه بخار زده 4:5 اگه اشتباه نکنم. کجا ببینیم؟ خیلی آسان، کنترل شیفت آی پیکسل. بله شاری پروژه ما بود. خب چون که باید بیایم اینجا ببینیم، کنترل شیفت آی پیکسلز. بله چیزی که گفتیم 4:5. خب میگیریم اینجا مقدار قرار میدیم بدیم کیفیت اصلا برام مهم نیست. کنم میکشیم اینجا بیا حالت پر میکنیم سفرینگا. خب بگرام دارم پاک کنیم، اسم از دیرم تبدیل به گلاس میکنیم برای ما آسان تر باشه فهمیدنی. دیگه قراره چی کار کنیم؟ قراره یک خبید یک چیز زیبایی نیه، قراره پشت یک صحنه از شهر بگذاریم. خب ما یک عکس میباریم بیشتر شبیه بازی سایبرپانک. خب میبینیم که خیلی خورده، خدا وکیلی خیلی خورده. ایمیج سایز ای بابا بازی بگراند میاره. بعد اینجا ببینیم ایمیج سایز کنترل شیفت آی 4 اینچ 366. خب خیلی خدای بی کیفیته، برای ما مهم نیه کیفیته چون ما فقط رنگ و نوری که از اون میایی و نیازیم داریم. خب قرار مدیم گوشه بسک دیگه همون کنترل تی وارد شدن بارد فری ترانسفورم و کش میکنیم جایی میبینیم نسبت طول و عرض از این شمزه به نوبه خیلی شبیه سایبرپنک. خب نمیفهم کجا هست مونده شبیه سایبرپنک. خب اینا حالت های نوری تغییر بده. خب چگونه بکنیم که انگار پشت شیشه نظر برسه؟ البته اسمی ها تبدیل به سیتی کنیم فهمیده ششهره. البته موزیک هم خیلی خوشم نمی آمد خدایش. خب بد نیه. خب میتونه اوپاسیتی یا شفافیت کم کنیم، میبینید که کم داره میره پشت شیشه، روش جالبیه ولی خب توصیه نمی کنم. از بلندینگ مود ها یا مود های نوری استفاده می کنیم. و فیلم با کاب بالا پایین کار نه، فیلم با اوله یا سافت لایت چون کاشنوی اول کم کم پیدا کنه، یک کلیپ نمیشه همه بگم. اوله سافت لایت بستگی به انتخاب شخصی خود شما داره. اوله باشه بیشتر هوا بارونیه و سافت لایت که باشه انگار سرد نه هوا. اوله انتخاب میکنی. خیلی خوب انگار شد رفت پشت شیشه شهر ما، انگار ما داخل ماشینی و پشت شیشه رفت. چیکار کنیم دیگه؟ قراره اینجا یک متنی بنویسیم انگار با انگشت خود نوشته باشیم. ابزار تکس، یونیم تکس یا تی روی کیبورد بنده خدا میایه بدون از این کدام زحمت بکشیم. خب دوباره اینجا بنویسیم، بنویسیم اسم مبارک. خب امیر حسین اسم مبارک من است. اینجا یک کلیک میکنیم که از حالت نوشته اینجا خارج، اینجا خارج از کادره. با ابزار وی نکشیم میاریم مثلا یکم با کنترل تی یعنی حالت فری ترانسفورم بزرگ میگه. البته میشه خود سایز تکس یا نوشته بزرگ کنیم. خیلی خوب فونت خوشم نمیاد خدای تی دبل کلیک یعنی هم انتخاب شد البته تریپل کلیک فکر کنم فونت نیدیشته باشم. بازم ببینیم میای آمد این فونت واقعا خوب فونت برازی کاری که داریم بیشتر شبیه دست نوشتیه. خیلی خوب بیلون کلیک میکنیم وی و دوباره کم جا بجا میکنم احساس میکنم کم بزرگه کم خودتر. کنترل سویچ آلت میگیرم که به نسبت به وسط خود شه.
Alt روی پی سی و آپشن روی مک. خب یک قضیه دیگه، باید رنگ تبدیل به سیاه کنیم، رنگ باید سیاه باشه. خیلی خب رنگ سیاه شد. خب اصلا به نظر نمیرسه که این رو شیشه ما با انگوش نوشتیم، چیکار کنیم؟ روش های زیادی هست. اول باید اینجایی که تا آب قطره آمده باید اینا رو اگرقه ما هم شبیه اینجا درست کنیم. خب یک ابزاری داره با اینجا بلر که هست، حالت محو میکنه، شارپ از محویت خارج میکنه، اسماش تولینگ های انگوش تینگ های جای کش کنه با انگوش تا اسماش تول میاره. البته حالت ویکتوری داره، حالت اسمارت آبجکت تکس، باید از حالت اسمارت آبجکت خالی تبدیل کنیم. راست کلیک راستلایز ایر کجایی بابا جان بیا میزنیم بیا راستلایز میکنیم، خودی به صورت اوتومات میاره. سر قلم بزرگ میکنیم، اینجا میتونید بکشیم بیای پین. ولی خب میبینیم کم محو میکنه و چیزی نیه که ما به درد ما بخوره. خب کنترل زید چند دفعه میزید کلات قبلی برگرده، الان قبلی شد. خب چیکار کنیم؟ یک ابزاری در فیلتر داریم به اسم لیکوفای، بریم بخش فیلتر لیکوفای با تمام فیلترها آشنا میشیم کم کم. لیکوفای کنترل شیفت اکس وارد لیکوفای میشیم. چند تا ابزار داره، اسمش توله ولی خب محو نمیکنه. بده خب ابزار دیگه چی داره؟ خب اینا میفهمه واشنا میشیم مقرر کردن و مؤدب کردن. مثال یک عکس پروژه میشالله تعالی نگم که مثال یک فرد لاغره اصلا باشگاه بدنسازی نرفته، چی رقم تبدیل به یک فرد کنی که باشگاه بدنسازی رفته؟ خب با ابزار رو تیدین میچرخونه تکسه شاید اندازه سر قلم خورد کنیم اینجوری برای اینجا فکر نکن و فهمیده چه کار به چیه. میدید میچر خونه چرا بسته کردم. خب ما فعلا با اسماچ تول کار داریم، اسماچ اسماچ هرچی که هست بعض قسمت های رو که میکشیم. فکر کنم یو اینجا بدید کشیده شه. ابزارهای داره پریشور، میزان قدرت، فشار. این دیگه یک دفعگی خیلی میکشه پین، انگاه قدرت بیشتر میشه. کنترل زد میانیم پینجا دسینتی کم کم بیشتر میشه. خب چیزی هم نیه که من خواسته باشیم و ریت با این هم بعدا آشنا میشه. فعلا با پروژوری کم بیشتر کنیم. آه این هم بگم که اونایی که ما چرا نگفتی فیس اول لیکوفای مربوط به صورت، یعنی صورت خود تشخیص میشه میده میشه چشم خورد و کلون کنیم، چوناغ خورد و کلون کنیم، همه کار میشه. اینا هم بعدا میرسیم، نگیم که یاد نداره نمیگه. اینجا اینجا میکشیم بیاد پین، انگار آب شوره کرده. چند بار باید بکشیم تا چیزی که مایم دست بیاریم. یکم باشه زوم کنم، خیلی زوم شد. کنترل مثبت و منفی روی کیبورد زوم میکنه عقب و جلو. قلم احساس میکنم بزرگه و چیزی که مایم نیه. خب بد نیه، یه چند جایی نگاه چیز کنیم. خب قوه جاذبه زمین هم روی تاثیر داشته، البته این نباید خراب میشه. خیلی خب آره همچنین اسم این فونت که استفاده من یلو تیل فکر کنم. خیلی آسان میشه تا سایت ها دانلود کن. خیلی هم ضرر نداره ولی باید واقع بینانه تر باشه. دیگه چیکار کنیم؟ ایس خوبه ایس فکر کنم کم بد نشد. اینجا همجای آب انگار شره کرده، خیلی تیز شد نکی. کنترل زید بد نیه، اینجا کمی باشه چون وای بزرگه. بد نیه، خیلی خوب اوکی میزنیم. خوب شد دیگه، به درد میخوره با زمینگار آب شوره کرده، جایی که آب بود کم شوره شد. خب چیکار کنیم؟ اینم مدل رو عوض میکنیم، میخوایم رو بالای کلن رفت گم شد انگار دیگه ما نوشتیم روی انگشت. خب ببینیم جا امیری رو برفت کلان چی دیگه دیده نمیشه. مجبوریم کم اپاسیتی سیتیر کم کنیم به شهره به خود خود نمایش بده. خب شد داره اینجا باید کم شوره میکردیم، اینو اشتباه زن به زیاد رفت.
یعنی باید نباید طرف آب که بزید شروع نمی کنه. خب میشه درست کنیم، باید کنترل زد بزنیم و درست کنیم، ولی خب خوبه دیگه، چه منظور گرفتیم و چجوری کار انجام میشه. یک فیلتر دیگه داریم به اسم کامرا رو فیلتر. میریم البته قبل از او باید یک شارد اسکرین‌شات در تمام پروژه خوب بگیم، یعنی یک لایه میره به فیلتر کامرا رو. به شدن کنترل شیفت آلت ای، یعنی هم کنترل هم شیفت هم آلت با ای بزنیم، یک لایه جدیدی از تمام از اینا تشکیل میده، ریپرزنت میکنه تمام از اینا. میریم داخل فیلتر و کامرا رو فیلتر، یک کم رنگ های رو تغییر بدیم سردتر بشه و جالب تر. میریم بسی، البته زومی اول کم کنیم. بیسی تمپرچر، هوا سرد باشه یا هوا گرم باشه، فعلا یک کمی سردتر بهتره. تینت به رنگ مجنتا یا بنفش بزنه یا سبز، ما میگیم بنفش. اکسپوژر میزان تحریکی و روشنایی، این بد نیه، این خوب شد، فعلا خوبه. کنتراست تضاد رنگی، رنگ ها با هم چقدر تفاوت داشته باشن، یعنی تضاد اینا چقدر باشه، کم بیشتر باشه بد نیه. خب هایلایتس، رنگ های قسمت های روشن، تاریک باشه یا روشن باشه، هایلایتس قسمت های نوریه، نگه متوجه بشین تفاوتیه. ده کنتراست کمی کم باشه بد نیه. خوبه. شادو قسمت های تاریک عکس، کم و زیاد باشه یا بسته باید ببینیم. البته اینجا هیستوگرامه، بعدا به شما نشون میدم هیستوگرام چیه، یعنی میگم. خب وایت قسمت های سفید زیاد ما کم تر بشه، بلک و قسمت های تاریک ما میشن تر بشه. تکسچر چقدر ماهیت یا دیده باشه، این محف میشه اگه تکسچر کم کنیم و زیاد کنیم، تکسچر خیلی بیشتر، فعلا یک غلط محف بودن نیازه. کلیاریتی وضوحی چقدر باشه. دیهیز خیلی چیز ابزار خوبه، دیهیز همیشه زیاد میکنم. و وایبرنس و سچوریشن، وایبرنس و سچوریشن فعلا میگم چیه، ولی تفاوت داره با هم، تفاوت نمیگم به شما. فعلا غلظت رنگیه، غلظت این هر چی سچوریشن از این رنگا قلیستر میشه، هر چی کمتر کنی هر قد صفر برسون کلا عکس سیاه‌سفید میشه، تمام رنگا رنگ خور از دست میدن، غلظت خود دست میدیم، هیستوگرام کاملا سفید شد. این تضاد رنگ غلظت رنگی زیاد میشه، یک کم زیاد میکنیم. کار فعلا چیزی کار نداریم. دیتیلز بریم یک کمی شارپ میکنیم، نویز که نداره نویزر بگیریم و کالر نویز هم بازم نداره بگیریم. میریم کالر میکسر، رنگ ها دانه دانه بکگراند که متوجه اگه بشین تغییر میکنه. خب فعلا با یک اکسیات چیز بخور اینجا که بکگراند دیده نمیشه. میرسیم سر افکت، افکت قصد داریم کمی وینیت بدم، وینیت نگم انگلیسی، یعنی اطراف تاریک میکنه به زیاد اندازه، یه برای فراس برای روشن سفید، طرف چپ تاریک، نیم تاریک تر، خیلی زیاد نیده که زایه شدیده شد. و کالیبریشن خیلی چیز جالبی بعدن میگرسون، میشه هیوی رنگ سرخ رو زیاد کنیم و رنگ آبیش کم کنیم، افکت جالبی. البته فعلا به درد عکس نمیخوره، خیلی افکت جالبی می روی عکس، مخصوصا عکسی که رنگ داشته باشه. خب فعلا صفر میکنیم و اوکی میزنیم. حالت قبل سعی میکنیم که انجام بشه، حالت بعد تفاوتی ببینیم، قبل بعد قبل بعد. خب بعد 100 فیصد بیشتر دوستان خواسته باشیم عکس ذخیره کنیم، فایل سیو یا سیو هست، سیو روی خود پروژه سیو میکنه، سیو و سیو از میزنیم که یک فایل دیگه اینجا بینیم دکستاپ. میشه فرمت های عجیب و غریب دیشنه باشه، فوتوشاپ داکیومنت داریم، جی پی جی داریم، جی پی جی دو مدل داریم، یک مدل داریم پی این جی، پی این جی برای عکسایی که بکگراند اینا پاک بکنیم، یعنی بکگراند ندیشته باشن. یک حالت تی آی دبل اف داریم، تی آی دبل اف برای کار چاپه، چاپ استفاده میشه. ما جی پی جی ذخیره میکنیم و اسم میدیم و ذخیره میکنیم. یک حالت سیف دیگه داریم، البته اکسپورت، اکسپورت سیف از، صبر میکنیم کتابیه یک کم طولانیه، این حالت چی درد میخوره، اکسپورت که بکنیم سیف از
من فرقی نمی کنیم سیو البته و اکسپورت سیو از ایک ماستون اکسپورت سیو از سیو فور ویبر برای که سایت ها اگه استفاده کنیم یک عکس بگم برای سایت ما تری کنه بعد سیو از فور ویب بکنیم یعنی کیفیت عکس حجمی رو کم میکنه ولی ریزولوشن کم نمیکنه کوالیتی همیشه بین 65 75 تا 95 قرار بده یا 85 بیشتر از پس دوباره حالت دی برمیگرده و حجم هیچ کم نمیشه. خب امید است که از این ویدیوی که کدام چیز یاد گرفته باشین خوشتون آمده باشه و با هر شب سعی میکنم کلیپ بگذارم شما را دست ندم و یک چیز یاد بگیریم و شما را با خداوند پاک و بنیاز میسپارم. فعلا تا کلیپ بعدی خدا یار و نگهدارتان. خدا حافظ.